Hello dear friends, hope you're doing fine. In this video, we're going to work on Academic Writing Task 1 Easy Steps. In this video, we're going to talk about 5 steps that if you obey them, if you follow them, then you can be sure that you have a good writing. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم 5 تا از قدم های که باید توی رایتینگ در واقع آکادمیک رعایت بکنید، اونم توی تسک 1 رو با هم دیگه بررسی میکنیم. 5 تا استپ یا 5 تا قدم هستش که بهتون کمک میکنه به زبان ساده باید شما چیکار بکنید. Number 1, understand how the test is marked as you can give the examiners what they want. خب یکی از نکات مهم که من توی ویدیو اول براتون توضیح دادم این هستش که چه معیارهایی مهم هستش برای نمره دهی. شما وقتی 4 تا فاکتور نمره دهی رو بدونید برای حالا تسک 1 یا تسک 2 که اینجا مشترک هست، بدونید که هر تسکی در واقع چه معیارهایی مهم هستش، خیلی بهتون کمک میکنه که اونا رو رعایت بکنید و بتونید همون نوشته ای و همون رایتینگی رو در اختیار اگزامینر بذارید که اون میخواد، چون هدف این هستش که رضایت اگزامینر جلب بشه، اون هم با چی؟ اون هم با رعایت فاکتورایی که استاندارد هستش، نه اینکه مثلا فرض کنید که بستگی همش به اگزامینر داره و سابجکتیو است. اصلا اینطوری نیست، ولی اگزامینر حالا اینجا به طور کلی گفته میشه. Number 2, paraphrase the question in your first paragraph. We can do this by using synonyms. خب همیشه گفتیم جمله اول پاراگرافتون باید پارافریز در واقع اون سوالتون باشه. پس این پارافریز رو حتما اگر روش دفت دارید کار بکنید، چون چیزی نیستش که بخواید تو یکی دو جلسه روش مستر بشید. یکی از روش‌های خیلی کاربردی و راحت این هستش که شما از سینما یا مترادف ها استفاده بکنید توی پارافریز کردن. Number 3, write the overview. Pick out 3 or 4 of the main features and write about them generally without any data. خب توی overview که حالا پاراگراف دومتون میتونه باشه یا میتونه جمله دومتون باشه که حالا این به خودتون بستگی داره، میتونید بیاید پاراگراف دوم یا میتونید بیاید جمله دوم. این هستش که شما چند تا از اون فیچرها ویژگی های اصلی رو اینجا باید حتما بیان بکنید. 3-4 تا نکته رو بخواید بهش اشاره بکنید کاملا کافی هستش. به اون حد اکثر و حد اقل خیلی دقت بکنید یا به ابتدا و انتهای نمودارها. Number 4, support the main features you included in your overview with detail. This should be a separate paragraph using accurate data from the chart. خب توی پاراگراف های 3 و 4 دیگه باید در واقع سپورت بکنید اون چیزهایی که به طور کلی توی پاراگراف اوورویوتون گفتید. دیگه باید وارد دیتیل ها بشید، باید از اون دیتا ها، از اون اعداد و ارقامی که توی نمودار حالا مپ یا تیبل هر کدوم از اینا هستش وجود داره، باید حتما ازشون استفاده بکنید. دیگه باید وارد جزئیات بشید. یکی از بهترین روش هایی هم که شما جزئیات رو بخواید بیان کنید در واقع گروپ بندی هستش. اطلاعات رو باید حتما گروپ بندی و گروه بندی بکنید، نه اینکه بیاید صرفا فقط اینا رو بیان بکنید. و جایی هم که نیاز به کمپرسن و در واقع مقایسه داره حتما باید این مقایسه رو انجام بدید. And the last step is check your work. Make sure you have no grammar or spelling mistakes, your data is accurate and that you have varied your vocabulary. و نکته آخر این هستش که زمانی که نوشتید در واقع رایتینگتون تموم شد، یه 2-3 دقیقه رو حتما وقت براش بذارید که بتونید اون رایتینگ خودتون رو خودتون تصحیح بکنید. یه بار از بالا تا پایین بخونید، ببینید جایی ممکنه که حالا به خاطر استرس باشه یا حالا وقت کم آورده باشید یا مثلا می‌خواستید سریع بنویسید، به هر دلیلی یه جا مثلا میس اسپلینگ دارید، غلط املایی دارید، حتما اون رو تصحیح بکنید. یا پانکچوئیشن ها رو حتما بهش دقت کنید، کجا کاما باید بذارید، کجا فول استاپ باید بذارید، به این دو نکته حتما دقت بکنید. حالا یا اگر جای مثلا تنسا رو اشتباه نوشید، مثلا باید با زبان سیمپل پرزنت تنس می اومدید جلو، مثلا پاست تنس نوشید، این دیسکرپنسی ها، این تفاوت ها رو حتما بهش دقت بکنید که انشالله بتونید نمره خوبی رو کسب بکنید.